بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آل بیت طیبین الطاهرین. بینندگان عزیز و گرامی، از جوار بارگاه ملکوتی آقا امام حسین علیه السلام و همچنین حرم مطهر قمر منیر بنی هاشم آقا ابوالفضل العباس علیه السلام خدمت شما عزیزان عرض سلام و ادب دارم. در خدمت جناب استاد موسوی زنجانی دامت تاییداتو هستیم تا انشالله از محضرشون استفاده کنیم. جناب استاد موسوی، خدمت شما هم عرض سلام و ادب دارم. خیلی خوش آمدید. اگر شما هم سلامی داشته باشید که با سلامی خدمت آقا امام حسین علیه السلام برنامه رو آغاز کنیم. بنده هم سلام عرض میکنم محضر حضرت عالی و علیکم السلام و محضر همه بینندگان عزیز و ارجمند. در خدمت شما هستم. بزرگوارید یک سلامی خدمت آقا امام حسین علیه السلام داشته باشیم به نیابت از بینندگان که انشالله بینندگان هم همراه ما سلام خواهند داد. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهراء سیده نساء العالمین، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائك، السلام علیک یا علی ابن الحسین، السلام علیک یا قمر بنی هاشم، السلام علیکم جميعا و رحمت الله و برکاته. بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی، ابو صالح توی که ملک فقیرته، توی که دلا اسیرته، ابو صالح توی که دلا اسیرته، ابو صالح توی که ملک فقیرته، توی که دلا اسیرت، توی که دلا اسیرت. با سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز و گرامی، در جلسه گذشته جناب استاد فرمودن که تاریخ توسط معاویه 42 سال پس از شهادت رسول خدا تاریخ نگاری و تاریخ نویسی اسلام آغاز شد. بعد از جناب معاویه، عروه نوه ابوبکر، ابان پسر عثمان و وهب ابن منبه مسیحی و موسی ابن عقبه، این تاریخ نگاری و تاریخ نویسی رو که معاویه آغاز کرده بود به همون شیوه بنی امیه ادامه دادن. در مرحله بعد شخصی به نام محمد ابن اسحاق سیره نوشت که آقای ابن هشام، و اون سیره معروف به نام سیره ابن هشام رو ایشون جناب ابن هشام مستند کرد و تدوین و تنظیم نمود. صحاح سته طی 150 هجری تا 303 هجری، یعنی حدود 153 سال 6 تا صحیح نوشته شد، که حالا خودش این جای سوال داره چرا این 6 تا صحیح در این فاصله 150 ساله نوشته شد و چرا فرض بفرمایید یکیش 50 سال قبل یه 50 سال فاصله بیفته 50 سال بعد صحیح دیگری نوشته بشه و این اتفاق نیفتاد. حالا جناب استاد می‌خواستیم ببینیم با توجه به این مراحلی که در جلسه گذشته بیان فرمودید، امشب انشالله برای ما و بینندگان عزیز چه مطلب تازه‌ای دارید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من کوشش می‌کنم فضای بحث ما کاملاً حوزوی، علمی و دلسوزانه و دردمندانه باشه. حکایت از نیت واقعی یک شیعه
داشته باشه. چرا ما مثل وهابیون فکر نمی کنیم؟ ادله ما چی هست؟ چرا این چنین فضای اسلام؟ درد دل ما چیه؟ بله، هیچ وقت در فضای شیعه ندیده ایم، نشنیده ایم از شیعه، در کتاب ها نخونده ایم مدافعین اهل بیت تهاجم کنن، تکفیر کنن، هرچه بوده دفاع بوده، اضطراری بوده برای حل مشکلات. بلی ممکنه پادشاهی گرایش شیعی داشته در مقطعی خودسرانه کاری انجام داده، این چه ربطی به امام صادق داره؟ چه ربطی به امام باقر داره؟ چه ربطی به فقهای شیعه داره؟ ببینید، این چونین شروع کنیم بحث امروز را که ادامه همونه. از خروجی 5 قرن اول اسلام اینها مستندن به دست آمد که به ترتیب عرض می کنم. مستندن قرن اول که پیغمبر حضور داشت، صحابه حضور داشتن، دریای علم بود، یک کلمه صحاح نوشته نشد. سوال ما از جناب خلیفه اول اینه، چرا صحاح ننوشتی؟ این سوال بدیست. دو، جناب خلیفه دوم پیغمبر بود، دین فواره زد از خانه پیغمبر، چی نوشتی؟ هیچی نیست. جناب خلیفه سوم، شما که میفرمایید ما داماد ایشون هستیم، خودمون صدیق هستیم، نمیدونم شهید هستیم، چه هستیم، از این عناوین همه قبول، چی داری از پیغمبر؟ کجاست؟ بخاری میگه گشتم در کره زمین 15 جمله از عثمان پیدا کردم. خب اقلا در هر سال یک کلمه از پیغمبر یاد میگرفتی. خب شاعر مصری بعد 1300 سال در شعرش احمد شوقی معروف که بهش میگن امیر الشعرا خطاب میکنه و فجر تیمبو البیان محمدن. چون فرمودید علم فوارزد، میفرماید علم محمد سرچشمه بیان محمدی را منفجر کردی، خطاب به رسول خدا. خب این انفجار علم، این انفجار بیان و دانش چرا تدوین نشد؟ برعکس سوزانده شد. پس قرن اول دیروز اشاره کردیم تفصیلا اینه، قرن نابودی تمام آثار نبوه بود. حتی خلیفه دوم سبیق عراقی را 2 بار شکنجه کرد، تو چرا وزاریات پرسیدی؟ بارها گفتیم. قرن دوم سنت تدوین میشه، قرن سوم آرام آرام بریم جلو به تدریج ببینید چی بوده قضیه. قرن اول همه چیز را نابود کردن، قرآن ها چی شد؟ عثمان چیکار کرد؟ مفسر به تفسیر رسول خدا بود، چون تفسیر رسول خدا همراهش بود، همه را آتش زد، همه را آتش زد جز قرآن موجود هم که المجرد، یعنی مجرد عن تفسیر، عن تفسیر رسول الله. قرن دوم سنت را ساختن، قرن سوم قرن ساخت فقه، قرن چهارم قرن ساخت مذهب، قرن پنجم قرن جنگ مذاهب. این خروجی شد. کل متون اهل سنت ناطق این قضیه است. یعنی چه؟ سنتی تدوین کردن، تدوین کنندگان پیغمبر را ندیدن. فقهی ساختن، سازندگان فقه پیغمبر را ندیده بودن. حتی ابو حنیفه یک صحابه را هم ندید. مذهبی ساختن، سازندگان مذهب یک نفر از صحابه را ندیده بود. خب آقا علی ابن ابی طالب میگه این پیغمبره، من هم ظرف استعدادم را باز کردم، هرچی املا فرمود اینه. شیعه آنچه رسول خدا فرمود اسمش سنته اینو داره، ما اهل سنتیم.
چون فرمود انا مدینه العلم و علیون باباها. وقت این حالا جرم شیعه است که اونهایی که بعد از دو قرن و سه قرن و چهار قرن نگاشته شده اونا صحیحه، شیعه که از روز اول گرفته از منبع و سرچشمه و از علی ابن ابی طالب گرفته مورد قبول نیست. ها یک کمی شبه مانوری بدیم. آقای ابو حنیفه عالمه، خیلی هم زحمت کشیده. کل علمای اهل سنت برای شیعه در طول تاریخ چی بودن؟ محترم بودن و هستن. کتابهاشون محترم، کتاب مختلف علامه حامل فتاوای اونهاست، کتاب خلاف شیخ حامل فتاوای اونهاست، کتاب تذکری علامه حامل فتاوای اونهاست، درست؟ پس ما اگر اختلاف داشتیم اختلاف طلبگی و علمی بود. چی میگفتیم؟ اجازه میدید طلبه ایم از شیعه، مخاطب ما طلبه های برادران حنفیه. مثال ها، مثال میخواییم بحث کنیم، مباحثه کنیم. اصلا ماهیت صحبت شیعه مناظره ای مباحثه ای بود، نه انفجاری. البته ما نمیخواییم بگیم حنفی ها این طوریه، نه، بحث اصلی ما میخوره به آقایان وهابیون. اونها حرمین شریفین عسکریان رو منفجر کردن، اونها عملیات انتحاری دارن، تکفیر میکنن، مشتک میخونن. اما میخواهیم خیلی فضای لطیف، جوی دوستانه و برادرانه، جوی دوستانه داشته باشیم. شیعه و سنی بداند، نسل جدید بداند اصل قضیه چی بوده. ممکنه یک جواب میگه آقا شیعه هستی یا سنی هستی، دعوا چی بود؟ یک پیغمبر، چهار پنج مذهب شده، یک قرآن، پنج مذهب شده، این چیه؟ حالا ما میخواییم حقایقی که در کتب اهل تسنن وجود داره اینها رو ذکر کنیم. جای اختلاف هم نیست. بیان بکنیم ببینیم حقایق چی بوده. فرمایید چیزی که امشب بیان میکنیم قابل اختلاف نیست. مثال هست، شیعه میگفت ابو حنیفه بزرگوار متولد 80 و متوفای چند؟ 150. هر چه در توان داشت نوشت. بخاری متولد شد بعد از 80 و چند سال، بیش از شاید یک قرن، باید حساب کنیم تولدشون. تمام نوشته های آقای ابو حنیفه بود، یک کلمه قبول نکرد. یعنی گفت من نوشته های آقای ابو حنیفه رو قبول ندارم و خودش نوشت، حدیث نوشت. گفت من صحیح می نویسم، هرچه از رسول خدا ثابت شود آن را می نویسم. مرحوم ابو حنیفه یک کلمه قال رسول الله نداشت. ایشون از مخالفین حدیثه، ایشون قیاس از طریق قیاس و رأی فتوا میده. میگه من قیاس میکنم، که در اون قصه معروفش با امام صادق علیه السلام بله قیاس میکرد همه چیز را. امام صادق هم فرمودن قیاس خانه خراب کنه. بله دیگه ازش حضرت پرسید که بالاخره زنا جرمش بیشتره یا گناهش بالاتره یا قد انگشتان. بله همین تو انگشتان رو گفت قیاس نکن، تو فردای قیامت خلاصه جواب خدا رو نداری، قضای نماز و چیز. تو میگی من قیاس کردم، ما میگیم ما از پدرمون، از پدرمون، از پدرمون، از جدمون رسول خدا نقل. خب این عبارت رو تکرار کنیم. آقای ابو حنیفه، این عالم بزرگوار و مورد احترام حتی علمای شیعه، آمدند و مذهبی آوردند. آقای بخاری گفت یک کلمه قبول نمی کنم، آقای مسلم یک کلمه قبول نمی کنم، آقای ترمذی یک کلمه قبول نمی کنم، آقای ابن ماجه یک کلمه قبول نمی کنم، ابو داوود نسائی گفتن نه، ابو حنیفه حامل فقه رسول خدا نیست. چون به رأی خودش عمل کرده و به قیاس عمل کرده و قال رسول الله در فقهش به چشم نمیخوره. این طلبه حقیر معتقد به تشیع و امثال بنده در بحث هامون با این برادران محترمه
حنفی این چون این بحث میکردیم این چی آقا؟ صحیح بخاری درست؟ بله. خب این چیه؟ این هم فتاوای جناب ابو حنیفه است. مذهبت از کیه؟ ابو حنیفه. حدیثت سنتت از کیه؟ از بخاری. خب این اسلام رسول خداست یا این؟ کدومش اسلام رسول خداست؟ خود بخاری که ابو حنیفه رو قبول نداشت. ابو حنیفه هم که در سال 80 هجری تازه به دنیا میاد. پیغمبر حالا نید. جالب اینه آقای بخاری تازه باز حدود 100 سال بعد از ابو حنیفه به دنیا میاد. بازم اون میگه تازه من ابو حنیفه با اینکه زمانش به پیغمبر نزدیکتره قبول ندارم. بالاتر بالاتر. ایشون ده ها سال ابو حنیفه کتاب نوشت فقیه بود. فقیه یعنی چه؟ از روی اجتهاد آیات روایات را دیده گفته فلان چیز حلاله از نظر رسول خدا، فلان چیز حرامه از نظر رسول خدا. اینه دیگه. بله. بخاری گفت باید این چنین باشه. بخاری گفت من اینو دقت کن میتونی چون بیان من خیلی بیان خوبی نیست حاشیه هم بزنی. من بخاری، من مسلم، من ترمذی، من ابن ماجه، من ابو داود، من نسائی، شش صحاح سته اسلام را که آوردیم هیچ سنخیتی با اسلام ابو حنیفه نداره، لذا از ابو حنیفه هیچ قبول نمیکنیم. ما مقلدش نیستیم. خب میدونی معنی چی شد؟ من مسلمان حنفی کتاب بخاری دارم، مسلم دارم، میگن آقا ما این کتاب رو نوشتیم، اسلام اینه، فقیه شما را قبول نداریم. محدثین من حنفی صاحب مذهب منو قبول نداره. این چی هست؟ شیعه بحث میکنه عزیز. تناقضه. یعنی چگونه است که من حدیثمو از یک عالمی میگیرم که رئیس مذهب منو قبول نداره؟ احسن. این یه تناقض عجیبیه. یعنی شش حامل سنت پیغمبر بر مذاق عزیزان اهل سنت گفتن ما مقلد ابو حنیفه نیستیم. حالا اهل رأی و قیاس. حالا آقای شهیدی عزیز، بنده از مسلمانان حنفی هستم، مثال ها بحث بله ابو حنیفه نیست، بله. مثاله، میخواییم بگیم شیعه دعوا نداره، طلبگی بله. شیعه ها میگفتن آقایی که مسلمان عزیز هستی، نور چشم مسلمین هستی، مذهبت از علی بن ابی طالب؟ نه. از پیغمبر اسلام چیزی تدوین کردی؟ نه. از امام حسن، از معاویه، از امام حسین، از شمر بن؟ نه. دین تو، فقه تو از کیه؟ ابو حنیفه. خب احادیث پیغمبر را از چه کسی گرفتی؟ از بخاری و مسلمین ها. میگم عزیزم، نور چشمم، قرآن گفته برادر منی، پس صحاح سته حاملان سنت پیغمبر فقیه، مقلد فقیه تو نبودن و نیستن. تو چرا مقلد شدی؟ بله شما سنت رسول خدا رو داری از صاحبان صحاح میگیری، میگی اونا سنت پیغمبر رو به من یاد دادن. بله. پس چرا فقه تو از کسی دیگری میگیری که محدثین شما اون فقیه رو قبول ندارن؟ قبول ندارن. حالا تناقضه. از تناقض بالاتر یه پلن بریم بالا. نماز میخوانی؟ بله آقا. خوبه اینجا هم برای اینکه ثابت بشه ما هدفمون بحث علمی و رفاقت بله. و صداقت و برادریه، متقابلا بهترین راه مناظره نه، متقابلا به اون بله. عزیزان هم عرض میکنیم که عزیزان اگر شما هم یه همچین تناقضاتی در مذهب ما دارید بله. به رخ ما بکشید بله. و بیان بفرمایید بله. ما در خدمت ما شما هستیم. ما نوکر حقیم. بارها عرض کردیم این همه اسناد، شاید 28,000 سند در این 5-6 سال در این برنامه های ماهواره مختلف من گفتم، شاید 5-6 تا چی بشه؟ اشتباه از آب در بیاد، یا در خوندن یا در نوشتن.
خب هر یکی از مسلمانان عزیزی که شبکه های وهابی دارن خودشون بگن آقا موسی این حرف را زده اینجا پیدانه خوب عیب نداره، من بررسی میکنم میبینم خب درست می آقا دست شما بله دارن. ما هدفمون گفت که جنگ و ستیزه جویی که نی، هدفمون بیان حقایق، میخوایم حقایق روشن بشه. خب یک پله بریم بالاتر، اگر خدای نکرده بنده هم در گمراهی هستم شما برادر اهل تسنن بیا منو راهنمایی کن، ممنونت هم هست. بله خدا خیرت. بسیار خب یه پله بالاتر بریم. بله من مسلمان فعلا، من موسوی مذهبم حنفیه، شیعه فرزن نیست، فرض دیگه بحث علمیه. بله یک نماز خوندم، یک شیعه اشکال کرد آقا این مطابق فتوای پیغمبر نیست. حالا من حنفی برم از ابو حنیفه بپرسم یا از بخاری بیارم؟ بالاخره من میخوام ببینم نماز صحیح، نمازی که خدا میپسنده، خدا راضیه، بر رسولش نازل فرموده، کدوم نمازه؟ طبق اون نماز بخونم. بله در قرن دوم حدیث تدوین شده، دوم و سوم. در قرن چهارم فتوای ابو حنیفه تبدیل شده به مذهب، یعنی یک اسلامی میسازیم به نام سنت، یک اسلامی میسازیم به نام چی؟ مذهب. حالا بنده نماز میخوانم بین دو سه شک کردم بنا را بر چه بذارم؟ آقای ابو حنیفه میگه بنا را بر سه. بخاری روایت داره میگه قال رسول الله بنابر چهار. بنده مقلد کدوم یکی از اینا باید باشم؟ قال رسول الله یا قال ابو حنیفه؟ اگر بفرماین قال ابو حنیفه پس چرا نوکر بخاری هستید؟ اصحح الکتب و بگید ما اهل سنت پیغمبریم. و اگر مقلد بخاری هستید چرا مقلد ابو حنیفه؟ بالاخره سنت کدوم هاشه؟ چون اینا ضد هم دارن سنت کدومه؟ رسول خدا کدومه بالاخره؟ احسن خب بس بی پرده بگیم احسن. سؤال سنت پیغمبر در مذاهب اربعه هست یا صحاح سته؟ این دردشی است، چون صاحبان صحاح سته چهار مذهب را قبول نکردن، چهار مذهب سه‌ها‌سته را قبول نکردن، گفتن فتوای ما اینه. پس یک مسلمانی ما داریم، یک اسلامی داره به نام مذهب، یک اسلامی داره به نام سنت، کدومش مقیاس است در تعارض؟ از این رد بشیم؟ بله خب مطلب روشنه. بله یادتون هست که در یک جلسه گفتیم چهار خلیفه داریم، خودمون نمیگیم شیعه ها نه، فرض بله در جهان اسلام، در جهان اسلام الان چهار خلیفه بله. هیچ کدوم نه مذهب آوردن نه صحاح سته نوشتن. صحاح سته این تکرار اون حرفه. خیلی عالی. بله صحاح سته نه خلافت دارن نه مذهب آوردن. چهار مذهب داریم مسلمین بله. نه خلافت نه داشتن و نه صحاح سته و نه صحاح دارن. چگونه این سه پازل به یکدیگه وصله؟ چطور؟ اجازه بده اینو بی پرده بگیم. بنده یه مسئله شرعی پیش آمده، از عمر یک چیزی نقل شده یا از علی بن ابی طالب چیزی نقل شده مکرر و متواتر. در همون زمینه فقیه من ابو حنیفه یا شافعی فتوای دیگری صادر فرمودن، از اون طرف در صحیح بخاری هم یه فتوای سومی، نظر سومی کدوم مقدمه؟ این یک سؤال علمیه، خیلی استشکالی گفته شیعه علمی و فقهی و حوزوی. بله اگر بگن مطلب خلیفه ملاک شماست، پس شما مطلب بدون مذهب هم دارید، خارج از مذهب هم دارید. دارید اگر بگید حرف آقای ابو حنیفه درسته، پس چگونه عمر خلیفه است و مقدس است برای شما که حرفش قبول نیست که از پیغمبر همه چیز رو میگرفت در فرض؟ بله احسنت. خب بسیار علی رغم این میبینیم صحاح سته همه کار است. خب این سؤالی بود عرض کنیم بحثون علمیون و 1400 سال این مناظرات همیشه مفید بوده، این مباحث همیشه
مفید بوده. در زمان مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه در بغداد با علما مباحثات مناظرات برقرار بوده و هیچ کم دیگری رو تکفیر نمی‌کرده. خب بحث علمی. خب تا به نتیجه برسیم. احسن. حالا بریم به تعبیر قرآن و انا او ایاکم لعلی هدن او فی ضلال مبین. بالاخره می‌خوایم با هم مناظره کنیم. شما سر مطلب را باز فرمودید، برگردیم به اون مطلب. تاریخ را بنی امیه تدوین کرد، هرچه گفته مطابق مزاق بنی امیه است، ربطی به اهل بیت ندارد. بین همه مورخین سیره ابن هشام که مال محمد ابن اسحاق گول کرده در دنیا گول کرده و مطرحه. ببینیم کما اینکه تاریخ طبری هم خیلی مطرحه، ولی خب هم ربطی به اهل بیت ندارد، هم ربطی به حقیقت تاریخ نداره. انشالله به طبری هم میرسیم. همونطور که میگیم تورات محرف، باید بگیم تاریخ محرف. خب تحریف شده بره. اکنون کل علمای اهل سنت صاحب نظر در رجال، منابعشون پیش منه، اینها نسبت به سیره ابن هشام نور چشم مورخین جهان اسلام نظراتشون اونجا بیان میشه. ببینیم آقایان این محمد ابن اسحاق را قبول داشتن یا ندارن. چجوری؟ عبارت من ناقص بود؟ بله، نه خیلی عالی. ما بیان میکنیم خریدها، یعنی خبرهای بزرگ علمای بزرگوار اهل سنت را راجع به شخصیت و اعتبار محمد ابن اسحاقی که بالاترین عنوان را در تدوین تاریخ و مقاضی داره و سیره داره. خب یک، طبق نقل ذهبی در میزان الاعتدال، وهیب گفته مالک متهم است به کذب، ایشون دروغگو بوده، جلد 3 صفحه 453، و گفته دجال من الدجاجله. یعنی چه؟ دجالی بوده از دجال ها، کسی که بسیار اهل دجل و نیرنگ و دروغ بوده. دو، حتی قال عبدالرحمن بن مهدی از فقهای بزرگ عامه، کان یحیی بن سعید رجالی بزرگ الانصاری و مالک یجرحان ابن اسحاق، هر دو بزرگوار از علمای بزرگ اهل سنت، هر دو جرح وارد می کردن، یعنی نقض می کردن، تضعیف می کردن، بی اعتبار می دانستن، یعنی او را توثیق نمی کردن، بی اعتبار می دانستن و کلامش و حدیثش و سخنش رو بالاخره قابل اعتماد نمی دونست. ذهبی در میزان الاعتدال در ترجمه او جلد 3 صفحه 453 باز، ما له عندي ذنب الا ما قد حشى في السيره من الاشياء المنكره المنقطعه والاشعار المكذوبه. ابن اسحاق پیش من گناهکار نیست جز اینکه سیرش پر شده از مسائل غیر قابل شناخت، یعنی غیر قابل قبول، و اشعار دروغ، المنكره المنقطعه، یعنی بی سند. این هم آقای ذهبی. اینها اعتبار تاریخی کی؟ سیره ابن هشام که همون در همه چیزشونه. یعنی برادران اهل سنت و وهابیت هرچی دارن اینه. قال دارقطنی لا یحتج به. دارقطنی هم که عالم عظیم الشأن آقایان اهل سنت، ایشون هم فرموده احتجاج نمیشه به حرف ایشون، حجت نیست. قال سلیمان تیمی کذابون. کذابون فارسی چی میشه؟ بله، کذاب یعنی بله، کاذب نه. بله، صیغه مبالغه است، یعنی بسیار دروغگو بوده. احسن. قال ابن عیینه. اینا حالا راجع به ابن اسحاق دارن میگن که ابن هشام برداشته سیره اونو تدوین کرده و مستند کرده به اصطلاح. یعنی حوض اصلی، منبع اصلی انتشار تاریخ و سیره پیغمبرشونه. قال ابن عیینه، سفیان ابن عیینه است، رأيت ابن اسحاق في مسجد الخيف فاستحييت ان يرى احد ان يراني احد اتهموه بالغدر. در مسجد خیف محمد ابن اسحاق را دیدم، در رفتم، ترسیدم من و مردم پیش او ببینند، چون متهم به عقیده انحرافی قدر بود، همه چیز را خدا به بشر واگذار کرد، فرقه قدریه. خب هفت، روا ابو داود عن حماد ابن سلمه قال مار رو بله
ما رویت عن ابن اسحاق الا بالاسترار. این آقای مؤلف هم فرموده من از ایشون روایتی نکردم مگر که جایی که مجبور شده ام. قال یحیی العجب من ابن اسحاق یحدث عن اهل الكتاب و یرغب عن شرحبیل. شرحبیل یا شرح شرحبیل بله. میگه من تعجب میکنم فلانی ابن اسحاق از یهود و نصارا حدیث نقل میکنه، از رفیق خودمون شرحبیل نقل نمیکنه. پس ثابت شد از کی میگرفته؟ از یهود. قال ابن ابي فديک رأيت ابن اسحاق يكتب عن رجل من اهل الكتاب. من خودم دیدم نشسته بود بغل یکی از یهود و نصارا مطلب میگرفت و مینوشت. خیلی عجیبا. و جالب اینه که همونطور که فرمودید جناب استاد، چند دو قرن سه قرن بعد از رسول خدا بله. یعنی این آقای ابن اسحاق تقریبا قرن چندومه محمد ابن اسحاق؟ ابن اسحاق سوم. قرن سوم. خب چرا این تاریخ این سیره زمان رسول خدا؟ این سوال کماکان سر جاشه بله. چرا اون زمان تدوین نشد؟ بله. قال ابن عدی ادینه عدی کان ابن اسحاق یلعب بالدیوک جمع دیک. حالا فلوس باز بوده؟ بگو کبوتر باز معهوده. خب حالا بعضی هستن خروس ها رو به جنگ همین دادن. قال ابو قلابة الرقاشی حدثني ابو داود سليمان ابن داود قال يحيى القطان اشهد ان محمد ابن اسحاق كذاب. باز یکی از علمای شهادت میده که ایشون بسیار دروغگو بوده. قال ابو داود طیالسی صاحب سنن اولین مسند نویس جهان اسلام حدثني بعض اصحابنا قال سمعت ابن اسحاق يقول حدثني ثقه فقيل له من؟ قال يعقوب اليهودي. میگه بعضی از اصحاب میگفت شنیدم ابن اسحاق میگفت یک انسان ثقه مورد اعتماد این قضا فلان قضیه را به من نقل کرد. شخصی گفت کی بود این مورد ثقه؟ این کیه اسمش؟ بله گفت یک چی؟ یعقوب یهودی. دقت کنید ما پس چرا اسمشو بذاریم سیره اسلام بگیم سیره یهود؟ خب شیعه گناهش چیست؟ میگه بابا تاریخو بگو تاریخ یهود نه تاریخ اسلام. شیعه معتقد از اسلام آن است که رسول خدا نقد نه نسیه نه مع الواسطه بلا واسطه املا کرده به خلیفه چهارم شما آقایان وهابیون. اسمش چیه؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام. این اسلامه. اسلام یعنی امام حسن، یعنی شیعه آنچه که امام حسن عمل کرده، آنچه که امام حسین عمل کرده، آنچه که امام سجاد. اسلام ما اینه. اهل بیت پیامبر. بله اهل بیت پیامبر. پس بنابراین شما تاریختون قابل قبول خودتان هست که نیست؟ نیست. فقهتون که گفتیم نمونه گفتیم ده. اگر فقه شما مال ابو حنیفه هست شش نور چشم عالم اسلام شما اهل سنت بله. صاحبان صحاح سته به اعلا صوتن به دنیا ابلاغ کرده ما زیر بار مذهب حنفی نرفتیم. آقای میگه هم حنفی هستم هم سیاست را قبول دارم. این چیه؟ اینم حدیث شما و فقه شما نمونه است. اما حالا شیعه‌ای که داره از امیرالمؤمنین و اهل بیت میگیره متاسفانه به انواع تهمت ها بله اونو متهمش میکنه بله. اما با حوصله اینجا بله. 10 دقیقه بایستی وقت ضروری ها یعنی نمیشه نداشته باشیم وقت رو. من نشستم کل این سیره را بررسی کردم تمام خطاها هرچی باشه مال منه از کامپیوترم استفاده نمی کنم چون کامپیوتر 1 میلیارد برابر کار را سریع کرده حداقل. اما 30% خیانت هم کرده اون این است که هرچی بدی جواب میگیری. یا آقای میفرمود الاسلامی یجب ما قبله نیست سند نداره. رفتم دستی بررسی کردم دیدم دادن به اینترنت خب سند نداره. مرحوم صدوق آورده بی سند در
من لایزل فقیه. اما دستی گشتم دیدم آقا نزدیک تواتر الاسلام و یهدم ما قبله، این را که کامپیوتر نمیفهمه، الاسلام یجبه را دادی اینو گرفتی، الاسلام یهدمون از کجا میدانستی در این قالبم هست؟ لذا یعنی از محققین مرادفی که همون معنا رو میده به بیانات دیگری، لذا از محققین درخواست میکنم کتابها رو رها نکنید، در این حال حد اکثر استفاده رو از اینترنت هم داشته باشید. خب احسن. چی میخواهم بخوانم؟ متن چهار جلدی سیره ابن هشام هستی آقایان وهابیون را میخوانم که از کجا جمع کرده. خب میارزه وقت بدیم؟ بله احسنتون، بسیار عالی. بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالله ابن ابی بکر ابن حزمی که عمر ابن عبدالعزیز گفت به پدرش ابو بکر ابن حزم برو حدیث جمع کن، پسرش هم رفت چه جمع کرد؟ تاریخ. همون فردی که باز اصالتاً یهودی مسلمان شده بود به اصطلاح. ابن اسحاق رفت 35 حادثه تاریخی را از پسر او گرفت. زمان پیغمبر بود؟ نه دیگه، دو قرن بعده. خب دو عبارت من بعض اهل العلم، از اهل علم گرفتم، این اعتبار داره؟ 34 قصه را تحت این عنوان جا داده. اسمشو نمیاره. ما بررسی کردیم از همون عبید ابن شریعه لا مذهبی بود که آقای معاویه مذهبیش کرد و تاریخ نوشت، تاریخی که آقای معاویه املا کرده بود. بله دقت کنید، عروه ابن زبیر 31 قضیه که زمان پیغمبر این صحابه تلقی نمیشد، از امام حسن چند تا؟ پیغمبر رو ندیده. اصلا خود امام حسن در جنگ ها بوده یا نبوده؟ امام حسن باید اون مغازه به اون جنگ ها رو گزارش کنه. حالا از عروه ابن زبیر 31 قصه. ان بعضن یعنی چه؟ از یه نفر یا از بعضی افراد؟ بعضی این اعتبار داره؟ بدونی که اسم بیاره. بابا این بعضن کی بوده؟ نه شاهی ارزش نداره. بعض اهل العلم کی بوده؟ 25 بابش از اینه. بله. از عایشه 24. عایشه را دیدی؟ ابن اسحاق عایشه را دیده بود؟ نه. نه. عبدالله ابن نجیح 14. این از اسرائیلیونه. ابو هرره 12. خب لابد الان اگر جناب استاد این سوال مطرح بشه که بله عایشه را ندیده بود ولی داره سلسله سند میگه از فلانی از فلانی از عایشه، اگر بگه من نوکرشم میگه قالت عایشه. آه مشکل همینه که مستقیم، یعنی بله یعنی منقطعه و قطعه. خب تذکر دادید. بله اگر مستند تازه میگه. اگر تازه حدیثم درست کنه و سلسله هم درست کنه با توجه به علمای بزرگ اهل سنت گفتن کذابون، بعید نیست اینا رو بافته و درست کنه. ابن عباس 12، اکرمه 12، سعید ابن مسیب 6، ان رجلین از مردی 6، ان رجال من قوم فلان هیچ، یعنی مردی از فلان. خب این سنده. 4، ان اهل العلم یعنی یهود 3، صالح ابن کیسان 6، محمد ابن جعفر ابن زبیر 11 قصه، محمد ابن کعب قرظی یهودی 11، مجاهد ابن جبر رابط یهودی 7، محمد ابن ابراهیم حارس تیمی 7، هشام ابن عروه ابن زبیر 5، نافع مولا عبدالله ابن عمر ابن خطاب 6، و حب ابن کیسان مولا آل زبیر 4. تمام اینا رو که نقل میکنه یعنی 4 تا حدیث یا روایت مستقیما از این افراد. اب نداره، یک دقیقه طول میکشه بدون که یعنی سندی بله. باشه حالا فلانی گفت بله. حدثه 15 بار مطلب آورده، حدثه یعنی چه؟ گفته شده است. خب حدثتو به من گفته شد 13 مورد، حدثنی من لا اتهم، کسی مطلب را به من نقل کرد که ما او را متهم نمی کنیم، این شد سند. 7 مورد، حسن بصری 6، انس بن مالک ناصبی 8، من اشیاخ من قوم فلان، از چند پیرمرد از خب. یکی از پیرمردای فلان قوم. از این عبارت ها زیاده خسته میشه. نتیجه این حاصل زحمات مستقیم این حقیره
آثاری از کامپیوتر واسطه هم نیست، کل اشتباهات هم مال خودم اگر هست. در حقیقت اون زمانی که هنوزم کامپیوتر دور نیامده بود شما دیگه اینا همه رو اتفاقا بینی و بین الله وقتی اینا را جمع کردم کامپیوتر بود، ولی کامپیوتر عرض کردم همه چیز را نمیگه. بله همینطور. دقت کنید آمار نتیجه سیره ابن هشام مال محمد ابن اسحاق، کل منابعش حوادثش 325 تاست. 146 حدیث از خاندان و وابستگان و ناقلان بنی امیه گرفتن، 90 مورد از یهودیان و نفوذی‌های و رابطین یهود گرفته، 89 مورد از آل زبیر گرفته، حالا آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. دقت کنید، از امام سجاد یک بار، از امام باقر 7 بار، از امام صادق 1 بار، جمعاً چقدر شد؟ 9 تا حد. 9 یکی 7. بله 9 حدیث از آل محمد اهل بیت علیهم الصلاه و السلام علیهم اجمعین. اون وقت حدود 325 تا مطلب میگه از دیگران. خب اون هم بدون سند توقف و دقت و حساسیت. اتفاقا تاریخ مربوط به خانواده همون سجاد و باقر صادق بود. حسین را کشتن تاریخ شد. آقای ویلدورانت راجع به امام حسین چقدر آورده؟ 300 400 راجع به 11 امام چقدر آورده؟ رأس هرم تاریخ اسلام یعنی تاریخ رسول خدا، یعنی تاریخ امیرالمومنین، تاریخ امام حسن، تاریخ حضرت زهرا، خاندان رسول خدا. اصلا تاریخ انحصارا مال اینها بود، اسلام انحصارا مال اینها بود، اهل بیت اینها بودن. 9 تا از اینها گرفته، از یهود چقدر؟ 90 مورد. این از تاریخ تدوین شده مورد قبول وهابیون. گناه شیعه چیه؟ ما میگیم پس این آیات قرآن انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا. اینا چی شد؟ این آیات کجا رفت؟ اهل بیت کجا رفتن؟ پس چه اسراری بوده؟ چه دشمنی هایی بوده؟ خب خیلی واضحه. بله برگردیم اصل موضوع، اون حاشیه بود. بله گفتیم در قرن اول همه چیز را آتش دادن، درسته دیگه؟ همینطوره. تمام قرآن‌های 10 نسخه خطی که با املای رسول خدا بوده متن قرآن بوده، تفسیر در حاشیه. عثمان آتش عثمان داشت. همه رو خواست جمع کرد آتش. عمر هم ابوبکر هم 500 روایت را خودش یادداشت کرده بود آتش زد. عمر هم بخشنامه کرد کل حادثه پیغمبر را آتش زد. و متاسفانه شب یادم رفت، فردا میارم. قبلا اشاره کرده بودم صحابه آنقدر گرفتار شدن هر حدیثی از پیغمبر میرسید و تابین فرار میکردن به بهانه اینکه بچه هم مریضه، میرفت تون تون توی خونه مینوشت میومد کسی نفهمه. یعنی اون چه مکتوب بود آتش زدن، اون که اون چه در سینه ها بود و بیان میشد هم جرم بود. پس قرن اول همه چیز نابود. ببینید برگردیم به متن رب پیدا کنه، مطلب داره حساس میشه. قرن اول اسلام زیر سایه سیاست خلفای ثلاثه بعد از پیغمبر اسلام همه چیز نابود. اجازه میدید جناب استاد همینجا من یه حاشیه بزنم و اون این که همه چیز نابود یعنی اون چه الان در دست برادران اهل تسنن هست اون سنت واقعی رسول خدا نیست. چرا؟ چون گفتیم که قرن دوم و سوم به بعد نگاشته شد. اما اینجا یه نکته ظریفی هست، آل بیت پیامبر محبینشون دوستدارانشون که همون شیعیان باشن چون مخالف بودن و به حکومت اعتنا نداشتن در حقیقت حدیث نویسی را تعطیل نکردن و از روز اول به صورت مخفی اینها را می نوشتن و بایگانی می کردن. پس امروز اگر شیعه حدیثی دارد صحیح
پیش شیعه است که 100 سال اول حدیث رو نوشته حفظ کرده. ابان ابن تقلب یادداشت‌هاشو جمع کرد، 30,000 از امام صادق یادداشت کرده بود. ولذا حتی با توجه به این مسائلی که امروز مطرحه به نام علم رجال و اینها، چون در حقیقت شیعه بناش بر این بوده که از اهل بیت و افراد متقی بگیره و علمای نورانی و ربانی خودشو قبول داشته، امروز این مسائل هم حتی اگر سندی تضعیف بشه برای ما قابل قبول باید باشه. چرا؟ چون شیعه در به اصطلاح خفا و در فشار بوده. خب گفتیم قرن اول همه چیز را آتش زدن که بنا بود قرن اول چه پیغمبر بوده جمع بشه. آب بود نخوردن، درسته؟ اسلام آبه، آقایان نخوردن. قرن دوم سنت تدوین کردن، قرن سوم فقه تدوین کردن، قرن چهارم چهار مذهب به زور شمشیر المستنصر بالله شد چهار مذهب، درست؟ بله. قرن پنجم چی شد؟ جنگ ها و اختلاف ها شروع شد. اجازه بدید ما جنگ ها را بخوانیم، مقدارش اشاره کردیم. شد قرن چهارم، شافعی چی شد؟ کشته شد. کی کشت؟ مالکی ها، پیروان مذهب طبری کشته شد. چه کسی کشت؟ حنبلی ها، که بعضی ها میگن به خاطر اینکه احمد ابن حنبل را به فقاهت قبول نکرد، بعضی ها میگن اعتراض کرد به قصاص اسرائیلی. در هر صورت در خانهش کشتن، درست؟ نسائی کشته شد. کشته شد. کیا کشتن؟ همون اهل سنت طرفداران معاویه. گفتن چرا از ایشون فضیلت نقل نمی کنی؟ مناقب برای علی ابن ابی طالب می نویسی، برای معاویه نمی نویسی. گفت چه بنویسم؟ بگویم اون که پیغمبر نفرینش کرده و گفته فرموده لا اشبع الله و بطنه، اونقدر زدن در شکمش تا بنده خدا خب فتح گرفت. و قرن اول همه چیز اسلام آتش گرفت، آتش دادم. قرن دوم قرن تدوین سنت، قرن سوم قرن تدوین فقه، قرن چهارم قرن ساختن مذهب المستنصر بالله قرن چهارم بود. قرن چهارم، قرن پنجم، یعنی قرن چهارم شروع شد، قرن پنجم به اوج رسید. چی چهار مذهب، اختلافات و درگیری ها و تنازعات. اینجا کمی توقف کنیم ها، اصلا برای این یهود این کار را کرده بود. هدف این بود که آقایان فکر میکردن یهود اگر بیاد جای قال رسول الله را بگیرد، قصاص را بفرستند بالای منبر به جای علی ابن ابی طالب، امام حسن، امام حسین، اسلامشون چی؟ مشکلش حل میشه. اما چه شد؟ یهود اینو نمیخواست. یهود این را میخواست قرن اول همه چیز بره، قرن دوم سنت تدوین بشه، قرن سوم فقه تدوین بشه، قرن چهارم مذهب، قرن پنجم چی بشه؟ جنگ. جنگو میخواست. حالا ببینید گفته اونها عملی شد یا نشد. ببینید، بله، این عبارت رو ابن جوزی میگه قرن چهارم پس از تأسیس چهار مذهب، قتل کشتار با خشنترین صورت بین طرفداران چهار مذهب شروع شد. بله. به اوج رسید. بعد نوشتن در اصفهان آنقدر این مذاهب یکدیگر را طرفدارانشون کشتند، گفتن خون به رکاب چی؟ اسب. اسب خالص. ببینید من زیاد آوردم، فقط ترتیب را بتونم رعایت کنم. عده رفتن ابوالحسن ابن فورک را کشتن، آقایان حنابله رفتن ابو منصور شافعی را با زن بچهش کشتن، ایده از طرفداران چهار مذهب در بغداد طرف یکدیگر را کشتن. یعنی در حقیقت این افرادی که شما نام میبرید که کشته میشدن، اصولا افراد سرشناس و بله؟ علمای اونها بله؟ هم بودن. آقای قشیری هم مردم را تحریک کرد، مخالفین حنابله را کشتن. ابن حاتم حنبلی گفت تمام مسلمانان حکم کفار را دارن، اگر بکشید مشکلی نداره. آقای محمد ابن موسای نخعی میگفت که باید از شافیات جزیه گرفت، حکم صادر کرد. عکسش هم از طرف اونها بود. ابو حامد طوسی هم گفت که باید از شما جزیه گرفت. دو فرقه مسلمون هر کدوم اون دیگری را جزء کفار حساب می‌کردن. ببینید تاج
کار به جایی رسید یقول الذهبی. ببینید آدرس بدم، حساسیت داره مطلب. آره ذهبی در همون سیر و علامه من نوبر. آره اون وقتی که اینا یادداشت کردم، تهذیب و تهذیب همراه هم نبود. المذاهب الاربعه جلد یک صفحه 81 نقل کرده از تهذیب و تهذیب، جلد 8 صفحه 146. یقول الذهبی فی ذکر هل بعض الاحادیث لولا هیبت و صحیح، یعنی بخاری، لقلت انها موضوعه. اگر هیبتش نبود میگفتم همش جعلیات جعلیه. و ذهب ابن حزم الى تکذیب بعض احادیثه. خب ذهبی که از علمای بزرگ صاف داره راجع به صحیح اینو میگه. بله. و ابن حزم منظورش ابن حزم ظاهری اندلوسیه. ابن حزم مشهور. ابن حزم مشهور. بله. خب اینجا کمی توقف کنیم. همین صحیح بخاری اصبح صحیح بخاری عدلا للقرآن و اصبح التوسل به من العقائد الراسخه یتلا لدفع المجاعه و یوزع احزابا فی المساجد و البیوت کما حدث. این قضیه در کجا؟ فی مجاعه سنه 798 مصر. تا امروز هم متاسفانه شاید این مسئله باشه متداوله، یعنی به جای تلاوت قرآن مسلم شد لنگه من. قرآن حزب حزب جز جز شد در مساجد خانی. بله. و خانه ها توزیع شد برای رفع بلا و قحطی در خانه ها من باب تیمن و تبرک توسل می کردن به این چیز صحیح. اجازه بدید یعنی به جای قرائت قرآن و تلاوت قرآن کتاب خدا به کتاب آقای بخاری که دوتا از علمای مهم اهل سنت مثل آقای ذهبی و ابن حزم میگفتن جعلیات. ما هم گفتیم چقدر 101600 و چقدر 51 نفر از این ساسته راویانشون چی هن؟ یعنی 47 از علمای رجالی مهم میگن 300 خردی از راویان بخاری کذامن. خودشون هم قبول کردن اینو که قبلا بحث کردیم. حالا اونها رو رد میکنم. این توسل چی شد؟ اینجا تمرکز کنیم. مسائلی پیش آمد، آقایان شروع کردن شدن متوسل. متوسل یعنی چی؟ یعنی توسل پیدا میکردن. ما شیعه ها همیشه کوبیده میشیم به چی دلیل؟ به همین که توسل، اهل توسلن. چرا رفتید کربلا؟ مشرکید. چرا اونجا شما رفتید زیارت حضرت ابراز؟ مشرکید. چرا از اون؟ چون توسل میکنن مشرکن و چون مشرکن باید کشته بشن. حالا توسل آقایان وهابیون را گوش کن، سند از ما. در سال 391 استخوانهای جعفر ابن فضل ابن موسی ابن فرات را از مصر بردن به مدینه جهت توسل. یعنی بدنش که مرده بود سالها در قبر و الان استخوانهاش باقی مونده بود، بعد از سالهای سال استخوانها رو از قبر در بردن از مصر. از مصر منتقل مدینه بیش از 1000 کیلومتر با شتر به عنوان تبرک و توسل. خب چون این توسل شیعه داره ابدا. استخوانهای قاضی ابوبکر محمد ابن طیب باقلانی متوفای 404 رو از بحر تاق منتقل کردن به جوار احمد ابن حنبل جهت توسل. همچنین چیزی ما داریم؟ ابدا. سه، استخوانهای ابوالبقا محمد ابن المبارک المعروف به ابن الخلل شافعی متوفای 552 از بغداد بردن جای دیگه جهت چی؟ این یادم رفته بنویسیم جهت چی؟ توسل. توسل که بهش متوسل میشه. چهار، استخوانهای صدرالدین ابوبکر شافعی را از بین کرج و همدان بردن جهت توسل به اصفهان. استخوانهای پسر عبدالمطلب حاکم از همدان بردن به اصفهان. توسل اینه. عجب. استخوانهای مظفرعلی کوچک ترکمان متوفای 620 ملک اربیل بردن مکه، حاجی نرفت، مجبور شدن ببرن کوفه. جهت چی؟ توسل. توسل.
استخوان‌های کمال‌الدین محمد ابن علی شافعی معروف به ذوالمکان متوفای 727 که در بین در دبیس نمیدونم کجاست مرده بود بردن به قاهره جوار قبر جناب مرحوم شافعی از اون چی بشه؟ متبرک و توسل. استخوان‌های امام الحرمین ابوالمعالی جوینی عبدالملک ابن عبدالله ابن الفقیه شافعی متوفای 478 را پس از 2 سال از فوتش استخوان‌ها را جمع کرده میگونی بعد از عزاداره‌های فراوان بردن در جای دیگر. ببینم کجا بردن، من جای دیگه یادداشت نکردم کجا. حالا جناب واسه فکر کنم اگر بخواد همه لیست مفصل برای نمونه 13 تا تون تون بخونم ببینید حوصله داشته باشید. استخوان‌های شکنجهگر معروف تاریخ اسلام میگفت الرأس سرش را ببر، الرج پاشو قطع کن، الله آویزان کن جلادی بوده اسیادهم الله اکبر. بله این جلادی بوده مثل داعش امروز. متوفای 550 از نهر ملک فلانجا بردن بغداد. ابوالحسن ابن شمعون واعظ را سال 387 در شارع عباس بود بردن جای دیگه، اونم بعد از 39 سال از مرگ استخوانش بردن. بریم تمام میکنم. ابن طولون را هم بردن جای دیگه دمشق. ببخشید در دمشق ترور شده بود بردن مصر. آخری آقای محمد ابن سلطان ملک شاه را که در فلان جا مرده بود بردن بغداد. در اصفهان مرده بود بردن بغداد. برای چی؟ برای توسل. کارشون به اینجا رسید. حالا سوال را شما مطرح کن، شما توضیح بدید. بله عرضم همینه، بحث توسل و اتهامی که به شیعه میزنن، شیعه که بر مبنای آیه قرآن یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، بله در خونه خدا که میخواید برید برای راز و نیاز و دعا و مناجات و اینها وسیله ای بیارید، بله. توسل بکنید. این یه آیه قرآن، آیات زیادی هست. من فقط اشاره کنم به ایمان مکمل اون وقت به محمد و آل محمد. امام حسین علیه السلام ما توسل میکنیم، ما مشرکیم. اونها به استخوان مرده نه فقط علما بلکه اون جلاد میان چکار میکنن؟ تبرک میکنن. این تاریخ بوده. بله بفرمایید. بله. استفاده میکنم. میخوام این عرض کنم قرآن فرموده الیه یسعد و الکلمه طیب. یعنی چی؟ والعمل صالح و یرفع. من خواستشم توضیح بده یعنی چی؟ من. یعنی کلام طیب و پاک و پاکیزه به سوی خدا بالا میره. آها. بله. این قرآن هست یا نه؟ بله. ما گناهکاریم که به آیه قرآن عمل میکنیم. ما گناهکاریم، دعای ما، نیت ما، رفتار ما طیب نیست، به سوی خدا نمیره. قرآن هم فرموده تعالی و یستغفر لکم رسول الله. رسول الله در یه آیه. بله در سوره منافقون. در آیه دیگری هم باز هست. بله. بروید پیغمبر دعا کنه، کلام پیغمبر، دعای پیغمبر طیبه، پاکه، به سوی خدا می رود. توسل کنید به پیغمبر، او دعا کنه. این اصل آیه دیگر ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوا واستغفروا خلاصه واستغفر الله لوجد الله توابا رحیما. بیان سراغ توی رسول خدا براشون استغفار کنی، خدا از اونها میپذیره. درست. بله سوال این شد توسل اینه، قرآن میگه انسان گناهکار، انسان بدنیت در اقیانوس گناه غرق دعاش قبول نمیشه. یک راه خدا جلو پایون قرار داده، برو اولا پیغمبر را، امام را بشناس، به اونها ولی خدا را واسطه بیار. چندین سود داره. یکی اینکه رفیق شو با پیغمبر و امام، انسانهای پاک. احسن. اون وقت که ارزش و جایگاهی پیش امام داشته باشی، پیش پیغمبر. احسن. اون وقت حرف تو را به خدا برساند مورد قبوله. این فن را خدا یاد داده. چطور شد؟ شفاعتیه که در قرآن مفصل ذکر شما استخوان کشی را تبدیل کردید به فرهنگ. اینو بگم دیگه کجا بگم آخه؟ باید گفته بشه. انشاءالله خواهیم خوند تاریخ نوشته اهل سنت و وهابیت و کلا وهابیت نوشتن آقای ابن تیمیه دشمن توسل مرد. غسل تئوریسین وهابیا. تئوریسین وهابیا غسل میت دادند دیگه، چون مشمئز کننده است توضیح ندم.
آقایان معتقد به این آقا وهابیون آب غسل میت این آقا رو نمیگم چون مشمز بردن. بردن چه کار کردن؟ بله احسن الله چطور بله. شده؟ ما چون این چیزی اصلا نداریم هیچ شیعه نرفته آب غسل میت را بخوره از هیچ کسی بله. اما در کنار قبری می نشینیم می استیم میگیم خدایا دست ما به این اشخاص نرسید اینا من قبول دارم اسلام به تفسیر این را من قبول دارم رحمت خدا بر تو باد ای ابوالفضل عباس تو حامی خوبی از امام بودی لذا پیش خدا آبرو دارید منم مشکل دارم دعا شما کن شما اینو جناب استاد که اشعر فرمودید که آب غسل ابن تیمیه رو برای تبرک بردن بله. یکی از اساتید که حالا البته هرچند در صدا و سیما پخش شد ایشون و فرمودن اسم منم ببرید از قول من نقل بکنید اما حالا من نمیدونم صلاح هست اسم ایشونو بیارم یا نه ایشون میفرمودن که من مهمان بنباز بودم در یک وعده نهار همین مفتی معروف آقایون وهابی‌ها که اخیراً از دنیا رفت بله. من مهمون ایشون بودم و چون اینها با دست غذا میخورن اینها میگفت بعد که اومدن این آقایون وهابی ها سفره رو ببرن و سینی رو جمع کنن به دست ایشون برنجای دست ایشون تبرک میکردن و برنج ایشون رو به اصطلاح برای استشفا و تبرک اینا میبردن بس معلومه دیوار اهل بیت کوتاهه فقط بس معلومه شه تمام دشمنی ها با اهل بیت پیامبر متاسفانه اگر اجازه بدید همراه با یک دیگر یک میان برنامه کوتاهی داشته باشیم و انشالله مجددا خدمتتون خواهیم اگر براید ماه شب ما به سر رسدیم تا بطب ما شود به توفانها سپر ما نوازش چشمان تر ما نوازش چشمان تر ما اگر براید ماه شب ما به سر رسد این تاب و تب ما اگر براید ماه شب ما به سر رسد این تاب و تب ما ز پشت ابر تیره غم ها دمیده ما با سلام مجدد جناب استاد صحبتمون بر سر تبرکی بود و توسلی بود که شیعه داره و وهابی ها متاسفانه شیعه رو به این جرم مشرک می شمارن خونش رو مباح می کنن فقط هم جرمش اینه که شیعه به اهل بیت متوسل می شه اما خودشون به علمای خودشون نه فقط متوسل می شن بلکه آب غسل میت اون آقای ابن تیمیه رو برای تبرک بردن و کلیپی هم همین پریشب به دست من رسیده بود میدیدم اهل تصوف و متصوفه سودان که از اهل تصنن هستن معذرت میخوام اون کفش عالم خودشون رو میبوسن و به سر و صورت میمالن و به چشم میمالن و به تمام بدن خودشون میمالن برای تبرک بله. کجا شیعه این کار کرده؟ حالا شما بفرمایید ما حدود 10 دقیقه وقت داریم بیشتر استفاده کنیم خواهش میکنم من 3 تا یا 4 تا نمونه بگم در این 10 دقیقه باقی برنامه برای اثبات این معنا هنوز هم اهل بیت را تعقیب میکنند با استناد به این 4 مسئله 1 پاک بودن خودش یک جرمیه ابن قتیبه در کتاب تعویل و مختلف الحدیث صفحه 62 اعتراف کرده ابو حنیفه فتوا میداده طبق فتوا ازدواج میشده بعدم معلوم میشده چیه باطله کسی اعدام میشده بعدم معلوم میشده رأیش عوض شده بناحق مثلا در منهج المقال این تغییر را به امام صادق نسبت میدن یعنی امام صادق این چنین بود حالا ما تعقیب میکنیم اونها رو یعنی اهل بیت اینقدر مظلومن که بابا اینها رو خانه نشین کردید فتواهاشون رو نقل نکردید حالا ما که معتقدیم اینها پاک و معصوم و مطهر بله. بودن و در تمام کتب ما یک اختلاف مبنایی و فقهی و تناقضی بین گفتار این 14 نور پاک وجود نداره
ولی وقتی میایم کتابای اون طرفو بررسی میکنیم میبینیم تهمت ها رو حتی روانه کردن و امام صادق علیه السلام رو از تهمت هم مسئول نذاشتن. مقاتل ابن سلیمان رابط تفسیری یهود بود، یعنی میگفت اگرچه فلانی هنوز مسلمان نشده بنده میخوام شاگرد یهودی باشم. ابو موسی اشعری یک پسر ناخلف داشت، ابو برده، این آقا پسرش را برد تا آخر پیش عبدالله ابن سلام یهودی که تازه مسلمان بود پیش ایشون اسلام یاد گرفت. مصیبت را دقت کن، مقاتل ابن سلیمان نوکر اسرائیلی ها، بدبختانه ما میگیم تفسیر کبیرم داره فلان هرچی داره از یهوده، این آقا میگفته طبعا عن تورات، خدا 7 وجب ارتفاع داره از وجبهای خودش. لغتنامه ده خدا المذاهب الاربعه جلد، اونم آورده اینم آورده، جلد 2 صفحه 86. حالا اما عبدالقادر بغدادی متوفای 429 ول نکرده، میگه این نظر هشام ابن سالم شاگرد امام صادقه. الله اکبر، اهل بیتی که خدا را جسم نمیدونن و به تبع اهل بیت شیعه هم جسم نمیدونه. خب این آقایون که خدا را جسم میدونن ریشه در یهودیات داره دیگه. این سوم، عبدالله ابن امرآس طبق نقل سنن ابو داود خبر 3663 میگفت خود رسول ها تا رسول خدا خودش قصه گو بود، بعد جهان نوشتن تا صبح قصه میگفت، یعنی قصه اسرائیلی. انس گفت، انس ابن مالک با وجود ناصبی گفت دروغ میگید، یک بار پیغمبر قصه اسرائیلی نگفت. خب چه کسی حمله کرده به رسول خدا؟ چه کسی اینو جعل کرده؟ ابو داود آورده دیگه، آیات آورده دیگه، هرچی گفته آیات و سوره. آخری جالبه، آخری، طبق نوشته ابو داود در خبر 3305 و 3306 رسول خدا دستور داد آقای فلانی تو نذر کرده بودی من پیروز بشم در فتح مکه، نذر کرده بودی بدون اجازه من بروی در بیت المقدس نماز بخوانی، این نذر قابل قبول نیست، آزادی. بلافاصله عمر طبق نقل متقی هندی به رفیق آقای سعید ابن مسیب گفت ازا، یعنی وقتی که کجا رفتی؟ ذهبت الی بیت المقدس. اجعلها عمره، زیارت بیت المقدس رو عمره قرار بده. پیغمبر میگه نذر که امر راجح باید باشه راجح نیست، نذرت هم عمل نکن. عمر در مقابل گفت که اونجا برو اونجا عمره به جا بیاور. خب این حمله از طرف شیعه نیست، حمله از طرف اهل بیت نیست، حمله از طرف رسول خود. اونها ول نمیکنن که در حقیقت این در این حال ما نوکرشون هستیم. چرا؟ همون حرف حابیل، ای قابیل اگر منا بکشی این بسطه الیه یده تقتلنی ما انا بباسطن یده الیه کلو اقتلنی. 1400 سال ما رو میکشن اما شیعه نه اونها رو میکشه و نه فتوای و قتل دیگر مزاره. ما انسجام جهان اسلام را میخواهیم، فقط عزت کل مسلمین را میخواهیم، به خدای لاشریک قسم عظمت کل مسلمین را میخواهیم، برادری کل مسلمین را میخواهیم، اما حول محور اسلام، قرآن، اهل بیت، اهل بیت، این نهاده رسول خدا، امت واحده. قرآن ما دوست داریم پیاده بشه، چرا باید این اختلافات باشه؟ ظاهرم وقت تمام حدود 4 دقیقه 3 دقیقه وقت داریم جناب استاد. خب 3 دقیقه وقت داریم، این مطلب اگر مطلب خاصی هست که مطلب خاص اینه تون رد بشن چی میخوایم بگیم کلن در این 4 دقیقه؟ آقای بخاری صادقانه مطالب را نیاورده. چرا؟ اون چه که عمر گفت این رجل چی؟ لیهجور به سر این چقدر بلا آورده. فقط آدرس بخوانم، پیغمبر اسلام در حال احتضار بود، گفت قلم و دوات بیاره چیزی بنویسه، مشهور رو یادمشو میگیم. اینجا این قصه را بخاری بر سرش چی بلا آورده؟ دقت کنید خبری که برای شما، 114 بخاری، این یک، 3053 صحیح بخاری، 3168 بخاری،
3053 صحیح بخاری، 4431 بخاری. خب جناب استاد وقتمون چون تنگه، بله. خب معلومه اصلا هفت زیاده بار، هفت میگه؟ بار ایشون این قصه رو آورده در رز این داستان میشه. بعض جاها گفته کسانی پیدا شدن حرف زدن، اسم عمر رو مخفی اسم کرده، اسم مخفی میکنه. احسن اگرچه بعض جاها اسمش آورده، بعض جاها چی؟ مخفی کرده. خب ممنون. راستشو میگفتی آقا احسنتم طیبه الله انفاسکم، بسیار عالی. نتیجه میگیریم که جناب آقای بخاری متاسفانه در نقل حدیث امانتداری رو رعایت نکرده، و حال اینکه اسم این صحابه که عمر بن الخطاب بوده در کتب دیگر مفصل اسمش آمده، ایشون حذف کرده و مشخص میشه که ایشون جانبدارانه عمل میکرده و حذف حقایق میکرده. بینندگان عزیز تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا جلسه آینده شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار. سرور بی سر بروم، وای اگر از حرمش بی سر